بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. بحثمون پیرامون گناه بود و دوری از گناه، گناه و تقوى. حالا گناه زمینه هایی داره وارد این بحث بشیم. یه زمینه های فرهنگی داره، این علتی که یه انسان گناه میکنه مربوط به تفکرشه. مثلا جاهله، یه سری گناه ها به خاطر جهله. در مناجات هم داریم میگه اسعی تو که به جهلی، نمیدونه. گاهی انسان گناه میکنه نمیدونه، مثل بچه‌ای که سم میخوره خودشو میکشه، نمیدونه، رو جهلش. حالا زشتی گناه نمیدونه. ما یه سری گناه هایی که میدونیم نمیکنیم. مثلا لخت مادرزاد بریم تو خیابون، هیچ گناه نکرده، چرا که میدونیم چه ارزشته. با بنزین خودمون آتش بزنیم، این گناه تا حالا نکردیم، چون میدونیم جزغاله شدن تو آتش چقدر بده. بریم رو منار خودمون رو پرت کنیم پایین، این گناه نکردیم. تو خیابون آبای لجنی که تو جوبات بخوریم، این کار نکردیم. یعنی یه سری گناه ها رو نمی‌کنیم چون میدونیم چقدر آب لجن میکروب داره، آتش زدن با بنزین چقدر سخته، از منار پرت شدن چقدر سخته. هر جا بدونیم عیبش و گناه نبون. اونجایی که گناه میکنیم نمیدونیم عیب گناه چقدره، نمیدونیم عیب چقدره. قرآن میفرماید که به موسی گفتن که حضرت موسی تحت تعقیب قرار گرفت، پشت سرش لشکر فرعون بود، جلبش دریا بود. یاران موسی گفتن الان فرعونیا به ما میرسن، ما نم را فرار نداریم، جلبمو دریا، پشت سرمو دشمن. موسی گفت خدای که به ما گفته بیاید، بیاد ببینیم چی میشه. به دریا که رسید خدا به موسی گفت عصادو بزن به بحر، فزر بزر به عصا کرد بحر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ف
فاضرب بعصاك البحر، عصادو بزن به دریا خوش میشه. اصحاب موسی رفتن اون بره آب، فرعون هم به لشکرش گفت بیاد منم بریم. فرعون که وارد شد آبا رو هم سوار شد، غرق شد. اون بره آب دیدن بت پرستا بت میپرستن، به موسی گفتن یا موسی اجعل لنا الهن. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قال إنكم قوم تجهلون. با چشم خودشو دیدن که چطور معجزه، عصا خورد به آب خوش شد، اینا عبور کردن از غرق نجات پیدا کردن، باز به موسی گفتن یه بت برامو درست کن، ما میخوایم بت پرستی کنیم. واقعا انبیا گرفتار چه آدمای لجبازی میشدن. با چشم خودش معجزه رو میبینه، این دلیل برای اینکه محیط در انسان اثر میکنه. یعنی خداپرستان وقتی به محیطی رسیدن که شرکه، گفتن ما هم بت میخوایم. به موسی گفتن ای موسی تو برای ما بت درست کن، اجعل لنا الهن، یعنی تو برای ما بت درست کن. این آیه از او آیات است که میگه محیط در آدم اثر میکنه. گاهی میخوایم خونه بخریم، فکر میکنیم اینجا در آینده خیابون میشه، بلوار میشه، زمین چقدر گرون میشه. حالا حساب نکنیم که این خونه فاصلهش با مسجد چقدر دوره، مردم منطقه چه مردمی هن، فضا چجوریه. محیط در آدم اثر میکنه. قرآن فرماید یه عده لحظه مرگ مورد خطاب فرشتا قرار میگیرن، یعنی فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض، میگن ما آدمای مستضعفی بودیم. میگه خب مستضعف بودید باید هجرت کنید. کی گفت تو این محله باشی؟ کی گفت تو این شرکت باشی؟ کی گفت تو این دانشگاه باشی؟ اگر دخترت میده یه دبیرستانی که نگران هست جاش عوض کن. اگر این شغل تو رو به گناه میکشه شغلت عوض کن. این محل، این خونه، این شرکت، خداپرستان وقتی رفتن منطقه بتپرستان هوا، حالا هواشون عوض شد، گفتم ما هم بت میخواییم. قرآن میفرماید که اینکم لتأتون الرجال شهوتم من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. اینکم لتأتون الرجال شهوتم من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. قرآن میگه که رو جاهلیت سراغ لوات میرفتن، هم جنس بازی بود، اینم به خاطر غفلته، به خاطر جهله، ضررها رو نمیدونن، به اینجا کشیده میشن. خب پس گاهی گناهان ما به خاطر جهله، مثل بچه که سم میخوره نمیدونه. روایت داریم الجهل و معدن و شر. جهل هم معنی دیپلم و لیسانس نیست، ممکنه کسی تحصیلات دانشگاهی و حوزوی هم داشته باشه اما باز هم جاهل باشه. جهل یعنی در مقابل غرائز شکست میخوره. الجهل و اصل و کل شر، هر شری ریشش به جهله. حالا امیرالمومنین فرمود قسم از زهری رجلان، دو نفر کمر من شکستن، یکی عالم متحتک، یکی عالم جسور، یکی جاهل متنسک، بی سواد جاهلی که عبادت کنه. افرادی جاهل هستن ولی میخوان عبادت کنن، نمیدونن پلو خودش یه چیزی خیال میکنه، فکر میکنه کار خوبیه. جاهل متنسک
یه سری چیزهای رو ما جزء دین نمیدونیم، دست افراد جاهل افتاده، افراد جاهل هم هر کسی یه چیزی روش گذاشته، تو سخنرانی ها هست، تو مدداهی ها هست، تو کتاب ها هست، تو اقوال هست. هر کاری میخوایم بکنیم باید سند داشته باشیم. کی گفته؟ کمر منو دو نفر شکستن، حضرت علی میفرماد. یکی بی سوادایی که مذهبی میشن. میخوام میاد حرم امام رضا از فاصله دور سینخیز میره، به خیال خودش داره نسبت به امام رضا احترام قائل میشه، همم نگاش میکنن. اگر کسی جور زیارت بره و که مردم نگاش کنن، ای از مراجع بپرسید، اشکال فقهی ممکنه داشته بشه، چون لباس شهرت حرامه. من بیام عمامم رو یه جوری ببندم که همه بگن ای کیه، ریشی که همه بگن کیه، این انگشتر دستش بشه، صدا موبایلش صدا گاو میذاره، مریضه، دلش میخواد مثلا صدای زنگ موبایلش با همه زنگا فرق نه. میاد تو مسجد همه دعا میکنن، میگه آمین، یکی میگه آمین، مریضی خب مثل باقیا بگو آمین، یه جوری آمین میگن نگاش کنن، زنگ موبایلش، خونه مثل زن نگاش کنن، لباسش، دگمش، هر کس هر عملی انجام بده که با باقی آدم ها فرق داشته باشه، این مثل لباس شهرته. لباس شهرت که لباس پنبه و پشمه، پنبه و پشمه که گناه نکرده، میخواد بگه حرکتی کنی که نمود داشته باشه، یعنی با باقی ها فرق داشته، زلفشو یه جوری درست میکنه که همه نگاش کنه. این به خیال خودش عشق امام رضاست. یا مثلا روز عاشورا قمه میزنه، همه بدنشو خونی میکنه، میگیم بیا راستشو بگو، سال میاد و میره نماز جمعه میری؟ آخه امام حسین به نماز اهمیت بیشتر داد یا قمه زدن؟ چطور یه جایی رو دینو میگیریم یه جایی رو نمیگیریم؟ کمر منو شکست، یکی عالم پر رو، یکی جاهل مقدس. جاهل مقدس، یه صلوات بفرستید دیگه. حضرت فرمود لا تر الجاهل اما مفردن اما فرد. آدم های جاهل یا تندروی میکنن یا کندروی، میزون نیستن. کشور ما هم 40 ستون داره هم 20 ستون. خب بگو 4 ستون حدش هم دروغ هستن. میری اصفهان 40 ستون رو ببینیم، میری 20 ستون بیشتر نیم، میگی خب که 20 هست، شما چرا میگی 40 ستون؟ میگه خب 20 هم تو آب افتاده، یعنی عکس ستونایی که تو آبم هست اونا رو میشماره. این 40 ستون میریم کربوشا 20 ستون ببینیم، میریم 20 ستون یه کوه، کوه ستون نیست. یه بار ریشش از تی میترشه، یه بار یه وجب ریش میذاره، مریضی؟ یه بار به قدری با کسی رفیق میشه که بدون او بستنی نمیخوره، بدون او رستوران نمیره، بدون او مدرسه نمیره، دانشگاه نمیره، قربون هم میرم. یه بارم منی 1 سال 2 سال از هم جدا شد، هیچ خبری از هم ندارم. حضرت فرمود جاهل یا مفرط یا مفرط، یعنی یا تند میره یا کند میره، میزون نمیره. بنی امیه میگه به مردم توحید بگید اما شرک رو یاد ندید. توحید یعنی از خدا هرچی بخوای بگو، اما نگو اطاعت غیر خدا شرکه، چون ما بنی امیه هستیم، میخوایم دستور بدیم، میخوایم مردم اطاعت کنن. اگر شما بگید اطاعت غیر خدا شرکه، پس دستورات ما شرکه. شما هرچی میخواید از خدا بگید ولی از شرک نگید. زمان شاه به آخوندا میگفتن شما هر چی میخواید رو منبر بگید، 3 تا چیز رو نگید: شاه، اسرائیل، آمریکا. این 3 تا رو نگید، به اینا نقد نزنید. بگید نمیدونم شهرداری چه کرده، آموزش‌پرورش چه کرده، فلان وزیر چه کرده، از وزارت خاتونه ها
به مسئولین دولتی این ستاره رو بذارید کنار، شاه رو بذارید کنار، آمریکا رو بذارید، اسلام رو بذارید. معاویه میگفت شما از خدا هر چی میخواد بگید بگید، از شرک نگید، چون معنای شرک نه، اطاعت غیر خدا شرکه، وقت ما دیگه نمیتونیم دستور بده، مردم عمل نمیکنن. بعضی از گناه ها به خاطر قانون هاست، باید قانون عوض بشه. ازدواج مشکل، از بس به ازدواج گیر دادیم، ازدواج شده پروژه. جوان وقتی میخواد ازدواج کنه مثل که میخواد یه کوه بکنه. خب بس که تو مهریه، تو مسکن، تو سربازی، تو اشتغال گیر میدیم، چون هی گیر میدیم جوانه سنش میره بالا، نزدیک 35 37 دخترم سنش میشه 30 29 31، سن ازدواج میره بالا. قانون باید دیجور که ازدواج باید قوانینی که یه جمهوری اسلامی یه کارای کرده، منتها باید قرآن میگه و انکحل و انکحل ایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. انکحو یعنی همه تون بسیچید، دولت و ملت و شرکت و بانک و ارتش و سپاه و همه بسیچیم، قفلایی که به ازدواج خورده باز کنیم. ازدواج هم قفل داره، در 15 تا قفل بزرگه، باید قفلا رو شکر ازدواج را بیفته. پسرها دست از سلیقه‌هاشون وردارن، عروسا دست از خواسته‌هاشون وردارن. قانونی بودن مشروبات الکلی در ایران نیست، ولی در کشورهای دیگه هست، همین باعث شده که انسان به راحتی گناه بکنه. قانونی بودن کورتاژ، کورتاژ ظلمه، کورتاژ حرامه. قانونی بودن ربا، غیر قانونی بودن امر معروف و نهی از منکر. میگم به تو چه، هر کسی هر جا میخواد عمل بکنه، تو حق امر معروف نداری. اینا چیزایی که الحمدلله در کشور ما بخشش حل شده، بخشش هم حل نشده. یکی از زمینه‌های فرهنگ گناه تحریف و التقاطه. حدیث داریم اگر حق روشن بشه مردم علاقه مند میشن، باطل هم روشن بشه مردم فرار میکنن، اما وقتی حق و باطل قاطی هم شد مردم گیج میشن. یؤخذ من هذا زقسن و من هذا زقسن، حدیث داریم. حق باطل جاذبه دارن، میرن مردم رو بش، باطل روشن هم مردم ازش فرار میکنن. وقتی حق و باطل قاطی شد مردم قاطی میکنن. اینا زمینه های فرهنگیه. گناه بدعت، در اسلام میگن بدعت. بدعت یعنی چه؟ بدعت یعنی یه چیزی جز به دین نیم میاریم جز دین میکنیم. اگر کسی یه چیزی که جز به دین نیست جز به دین کرد، این حقش اعدامه. به کم فروشا خدا یه بار گفته ویل للمطففین، ویل للمطففین، به آدم هایی که تو جامعه همدیگه رو مسخره میکنن نیش میزنن یه بار گفته ویل لکل همزتن، ویل لکل همزتن لمزه. بدی کسی که دین تراش باشه، یه چیزی که جز به دین نیست مینویسه میگه این جز به دینه، چیزی که جز به دین نیست کسی میگه جز به دین است. اینو تو قرآن سه مرتبه گفته بایدون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم و یقولون هذا من عند الله، للذین یکتبون الکتاب بایدیهم و یقولون هذا من عند الله. سه مرتبه تو یه آیه سوره بقره 78 سه مرتبه گفته ویلون ویلون ویل. کم فروش یه مرتبه ویل للمطففین،
نیشیدن یه مرتبه ویل لکل همزه لامزه، اما کسی دین تراش باشه، یعنی جزء دین نی، این آقا سلیقه ای میگه این جزء دین هست، سلیقه ایه. اگه کسی سلیقه شو تو دین آورد و اینو به اسم دین به مردم خوروند، سه مرتبه وای اومده و حقش در اسلام اعدامه. دین تراشی، دین سازی، دین فروشی، تولید قوانین الهی به دروغ، اینا زمینه هایی که بستر برای خیلی گناهانه. خودمانم گاهی دین تراشی میکنیم، میگم من نماز نمیخونم ولی به فقرا کمک میکنم، دین جدیدیه، نمازمونو به فقرا کمک میکنم. من خمس نمیدم ولی تو محلمون به دخترای فقیر جهازیه میدم، دین جدیدیه. همونطور که گفتن امام به کسی گفت دعا میخونی بگو یا مقلب القلوب، ایشون گفت باشه چشم، یا مقلب القلوب والابصار، امام فرمود ابصار شما نگفتیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم بگو یا مقلب القلوب، چرا یه چیزی خود دروش میذاری؟ یا مقلب القلوب والابصار. امام به کسی گفت این دعا رو بخون، یحیی و یمیت، یعنی خدا هم زنده میکنه هم میمیرونه. ای آقا هم چی دعا کرد؟ گفت یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. امام فرمود من چی گفتم؟ تو چی میگی؟ هرچی من گفتم بگو، هرچی من گفتم بگو. چیزی از سلیقه خودمون اضافه کنیم قبول نمیشه، بایدم برخورد بکنیم. خدایا هرچه به عمر ما اضافه میکنی به عقل و ایمان و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا. از تمام برکات این ماه همه ما را بهرمند بفرما. توفیق شناخت نعمت ها و شکرش را به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و زد و بارك على آل محمد، صل على محمد و آل محمد.